دلدادگان حضرت سید الشهدا علیه السلام از ملیت‌های مختلف در نزدیکترین روز تعطیل هفته به اربعین حسینی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی راهپیمایی اربعین را در مرکز لندن برپا کردند. مهمترین میراث امام حسین علیه السلام ایستادگی برای اجرای عدالت، ضرورتی که محدود به زمان نیست و نیاز امروز همه جوامع. یزیدیان همیشه تاریخ وجود داشتند و باید همچون امام حسین علیه السلام در برابرشون ایستاد. به همین علت پیروان امام حسین علیه السلام در نقاط مختلف جهان پیام ایشان را یادآوری می‌کنند. ما باید یزیدان زمانمان را بشناسیم و از کسانی که در برابر یزیدیان زمان می ایستند پشتیبانی کنیم. امام حسین به پا خواستند برای اجرای حق و عدالت و به همه انسان‌ها یاد دادند که هر جا برخلاف حق و عدالت رفتار شد باید در برابر ظلم ایستاد و صدای خود را علیه بی‌عدالتی بلند و از مظلوم حمایت کرد. راه پیمایان از نقاط مختلف انگلیس و از تبار کشورهای پاکستان، افغانستان، هند، عراق، لبنان، ایران و برخی دیگر از کشورها به زبانهای گوناگون و در فضای آکنده از معنویت و صمیمیت پیام آزادگی حضرت امام حسین علیه السلام و ایستادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتی را یادآوری کرد. پیام امام حسین علیه السلام فقط برای مسلمانان نیست. ظلم در هر کجای دنیا علیه هر کسی اعمال بشه مغایر راه و رسم امام حسینه. این پیامیه که دوستداران امام حسین در اینجا یادآوری میکنن تا همه انسانها با هر دین و آیینی از اون بهره ببرن. امام حسین علیه السلام خودش و یارانش را برای نجات انسانها قربانی کرد تا ظلم از میان بره و عدالت برقرار بشه. بر همه انسانهای عدالت جوست که به خونخواهی امام حسین علیه السلام در هر شرایطی در برابر ظلم بایستند و راه ایشان را ادامه بدند. به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف مور سلام. راه پیمایی که حضور قشرهای مختلف مردم از سنین مختلف و به ویژه جوانان در آن نمایان تر بود. دلدادگان حسینی از کربلای معلا تا قلب اروپا هرچند به شکلی متفاوت عشق و ارادت خودشون رو به حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحاب با وفای ایشون ابراز کردند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.